این خاطره که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به کلاس پنجمه. من جزو شاگردای خوب بودم، شاگرد خیلی خوبی بودم، ولی شاگرد اول کلاس ما یکی از دوستان بود، استلا، و بی نهایت دختر مهربون و افتاده و خلاصه خیلی خوب بود. یعنی در کنار اینکه واقعا بهترین شاگرد کلاس بود، خودش هم یکی از بهترین ها بود از لحاظ اخلاقی و همه دوستش داشتیم. یکی از این روزایی که معلم صدا میکرد، میامدیم به سلا پای تخته وای میسادیم، تک تک سوال میکرد درسی رو که قرار بود یاد گرفته باشیم، و بعد عادت داشت وقتی هم که نمره میخواست بده بلند میگفت، تو کلاس اعلام میکرد که مثلا چه نمره‌ای داره به این شاگرد میده. وقتی استلا اون روز رفت و درسش رو جواب داد، معلممون گفت که استلا نمره شده 18 امروز. خب این از عجایب بود، چون معمولا اکثرا اقلا 19 می شد دیگه. وقتی که دو سه نفر رفتن نوبت من شد، منو صدا زد، یادم هم نیست درس چی بود، ولی در حال یه سری سوال میکرد، ما باید جواب میدادیم، حفظ میکردیم به صلاح اون جوابا رو، حالا تاریخ بود، جغرافی، نمیدونم. وقتی که من جوابا رو دادم گفت که گلریز تو حقت 20، ولی چون استلا 18 گرفته من به تو هم میدم 18. و نمیدونم، اصلا من هنوزم که فکر میکنم مهم نیست، دو تا نمره مال امتحانم نبود. اون زمانا مثل حالا اینقدر نمره ها مهم نبود تو زندگی شاگردان، اینقدر رقابت های عجیب غریب نبود. ولی حتی زنگ تفریح استلا آمد، اصلا اونم ناراحت شده بود، اصلا باورش نمیشد که مثلا چرا باید نمره اونو منم همونو بگیرم، 20 بهم نده. مسئله اینه که من هنوز که هنوزه نفهمیدم این چه فلسفه ای بود، و تنها اثری که رو من گذاشته اینه که اصلا دیگه بعد از اون معلممو یادم نیست. من همه معلمام اسماشون، حتی این معلمم و این خانم جا افتاده هم بود تا قبل از اون تقریبا یادمه، ولی عجیب، اصلا برای من از اون روز مثل این که دیگه پاک شد از ذهنم. یعنی الان هرچی هم فکر میکنم سالها سال دیگه هیچی ازش یادم نمیاد، اثر خاصی هم رو من نذاشی. همون روز یه ذره دلخور شدم و تموم شد، ولی هنوز نتونستم بفهمم که این کلن یه همچین رفتاری واسه چی بوده، اصلا چرا باید یه معلم به اصطلاح حتی شاگرد که کارش خوبه بیارش با این، چون اون شاگرد بهترینه، مثلا اون روز کارش خوب نبوده، درسش خوب نبوده. و میگم من باورم نمیشه که این برای خیلی اتفاق افتاده باشه.